درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 25 مرداد ماه همراه ما باشید. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری، مردم معترض این استان امروز سه شنبه مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد تجمع کرده و شعار سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها نفر در این تجمع اعتراضی شرکت کردند. در شهر کرد علیه خامنه‌ای بی غیرت ننگ عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، گفت اگر دریاچه ارومیه احیا نشود، هیچ حکومتی نمیتواند در کشور دوام بیاورد و پیامد امنیتی در پی خواهد داشت، چرا که نمیشود در برابر سیل مهاجرت میلیون ها نفر مقاومت کرد. عیسی کلانتری تصریح کرده اگر دریاچه ارومیه کاملا خشک شود، شهر تبریز باید تخلیه و در صورتی که این تخلیه امکان پذیر هم باشد، حداقل 1000 میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و از فعالان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت، امروز سه‌شنبه 25 مرداد از تایید محکومیت خود و دیگر فعالان مدنی این پرونده در دادگاه تجدید نظر خبر داد. پرونده دادخواهان سلامت مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی، به ویژه علی خامنه‌ای رهبر این نظام، به دلیل سوء مدیریت در مقابله با شیوع کرونا در ایران را داشتند. محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی ایران، خبر داده اسامی هنرمندانی که احتمالاً دچار ممنوع‌کاری می‌شوند هفته آینده اعلام خواهد شد. او گفته در این فهرست وضعیت سینماگرانی که در ماجرای بیانیه مربوط به خوزستان و حاشیه‌های جشنواره کن فعالیت داشتند مشخص می‌شود. همکتون جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر ایرانی، در زندان هستند.